خشم با عصبانیت فرق میکنه. معمولا گفته میشه که خشم یه احساس درونی، یه جور ناراحتی و عدم رضایت توأم با یه انرژی فروخفته است، یه غیظ و بغض فروخفته است که در درون انسان هست، ولی خب لزوما شما ممکنه بروزش ندین یا حالا حالاها بروز ندین یا توی موقعیتی بروز ندین، ولی درتون هست. ولی عصبانیت یعنی اون بروز و ابراز اون ناراحتی درونی که شما عصبانی میشید. در نتیجه بیشتر میگیم که فلانی خشمگین هست و فلانی عصبانی شد. خاطر اینکه خب اون خشمه میتونه خودش رو بروز بده به صورت عصبانیت. معمولا خشم میتونه خیلی عمیق باشه، طولانی مدت باشه، مداوم باشه. آدم با خودش این خشم های حمل بکنه و حتی سالهای سال در وجود یه نفر خشم یا انواع و اقسام خشم به اصطلاح نهفته وجود داشته باشه. و حالا گاهی خودشو بروز بده، گاهی خودشو بروز نده. بعد خشم لزوماً به صورت عصبانیت خودشو نشون ممکنه نده. خشم ممکنه مثلا، یعنی عصبانیتی که از اشکال ابراز خشمه، ممکنه یه نفر خشم خودشو با انتقام، مثلا با یه انتقام بسیار آرام بدون اینکه عصبانی بشه مثلا ارضا بکنه. ممکنه یه نفر خشم خودشو با مثلا از میان برداشتن یه مانعی از بین ببره، یا به شکل‌های مختلف. ولی عصبانیت یکی از اشکال بروز خشمی که همون حالت پرخاش و معمولا فریاد کشیدن و خیلی وقتا شکستن یه چیزایی و خیلی وقتا بد و بیراه گفتن، ناسزا گفتن و امثال این خودشون نشون میده. حالا باید دید که خشم چه علتی داره. خشم میتونه علل مختلفی داشته باشه که یعنی عوامل مختلفی ممکنه در ما اون حالت غیظ و ناراحتی و اون بغض رو ایجاد کنن که بهش میگیم خشم. مثلا ممکنه ما از روی نفرت خشمگین شده باشیم، ممکنه از روی برفرض مثال کلافگی خشمگین شده باشیم. کلافگی frustration به انگلیسی میگن، احساسی که وقتی یه جایی گیر میکنیم یا توی یه وضعیتی گیر میکنیم یا یه شرایط ناگواری دائم ما رو اذیت میکنه و نمیتونیم ازش خارج بشیم رو داریم، اونو بشیم کلافگی. کلافگی ممکنه که از علل خشم باشه. ظلم شدن، اینکه شما احساس کنید در حقتون بی‌عدالتی شده یا ناسپاسی شده، مثلا میتونه علت بروز خشم باشه. بعضی وقتا احساس تنهایی، ناتوانی، بی کسی ممکنه تولید خشم بکنه و امثال این. یعنی خشم یک حالت به اصطلاح واحده با حالتها و احساسات نهفتهی که در پسش هستن که میتونن متنوع باشن. یعنی انواع و اقسام اشکال مختلف ممکنه که، یا احساسات مختلف ممکنه که عامل بروز خشم باشن. یا مثلا حالا برای که روشن‌تر بشه فرق بین خشم و عصبانیت، مثلا ما بعضی وقتا دیدیم کسی که مثلا خشمگینه ولی میخنده، خنده از روی خشم، یا تمسخری، پوزخندی از روی خشم که لزوما خب عصبانیت نیست ولی یه واکنشه. پس خشم غیر از عصبانیته و عصبانیت یکی از اشکال بروز و ظهور خشم و ابراز خشمه.